ادامه بحثمون، عملگرای منطقی بین یک یا چند در واقع عملگر رابطه ای شما میتونید از منطقی ها استفاده کنید که شامل اند و اور هست و همچنین نات. نات برای برعکس کردن نتیجه هر نتیجه که میگیرید استفاده میشه. یه مثال براتون بزنم، شما میتونید بگید که این قدم اسم A را استفاده کردم، نام یک، و کنترل دی خط قبلی رو کپی میکنه. هرچی کنترل دی بزنید همون خط رو کمک میکنید گاهی نخواهید دوباره بنویسید، یه تغییر کوچیک کنید. اگه من بگم که اگر نام یک کوچکتر از نام تو بود، اگه هر جا همین موضوع را قبلش یه دونه پرانتز باز و بسته بزنم، یه نات بذارم برعکسش میکنم، یعنی این همون معادله بزرگتر بودنه دیگه. اما میتونم بین این هم یک ارتباط برقرار کنم، یا مثلا a dot equals a2 چون که اون بالا بود، یا این برقرار بود یا این برقرار بود، برعکسش ناتش نبود. اندم که یعنی اگه هر جفتش برقرار بود. من بستم چیزا نه. توی جاوا یه ایف میدونی که ایف هم برای اینه که اپراتور شرطیه دیگه، برای اینه که ببینید اگر این شرط برقرار بود این کار رو بکن، اگر نه یه کار دیگه. یه اپراتور سگانه داریم داخل جاوا که میتونید اونا در یک خط بنویسید. مثال من اینجا میام میگیرم که اینتجر یا فلوت نام فلوت مساوی. اگر نام یک کوچکتر از نام تو بود، آن وقت نام فلوت من بشود 4، اگر نه بشود 18. یعنی این then این else، اینجوری خیلی راحت میتونیم بنویسیم. این معادله چیه؟ معادله اینه که بگید if نام یک کوچکتر از if، حالا توی اسلاید بعدی هم بیشتر میگه، مساوی این بود نام فلوت مساوی 14 بشود، else نام فلوت 18 بشود. ببینید که چقدر توی یه خط خیلی ساده تر موفق شدیم اون را بنویسیم. خب اپراتورهای برای رشته ها هم گفتیم که به علاوه استفاده میشه، همونطور که خدمتتون عرض کردیم، نمیدونم گفتم الان یا نه، ما یه عبارت به علاوه مساوی هم داریم. یعنی اگه من بخوام نام یک را به جای اینکه بگم نام یک مساوی نام یک به علاوه مثلا یک یا 8، میتونم به جای این شکلی بنویسم به علاوه مثبت 8، یعنی به علاوه 8ش کن درون خودش دوباره نگهدارش کن، یا منها مساوی 8. حالا یه رشته هم این براش جواب میده، یه استرینگ. فرض بکنیم یه استرینگی داریم به نام مثلا تکست، یه مثلا تکستی میخواییم داخلش بنویسیم this program، بعد میخواییم بگیم اگر به طور مثال نام یک کوچکتر از نام تو بود، بیا چه کار بکن؟ به تکست اضافه بکن این مطلب رو به علاوه this program is true، یعنی رشته رو تبدیل بکن this program is true، این دوتا رو با هم دیگه جمع کن. به جای اینکه من این کارم بکنم، میتونم همچین رشته بنویسم، میتونم بگم مثبت مساوی، یعنی اونو به علاوه اون کن مقابل خودش قرار بده. این خیلی ساده تر میکنه خود نویسی و کانکت کردنه. ولی خب میدونی که برای رشته های من ها جواب این قاعدت هم دید. نمیشه این کاری هم. اما یه اپراتور هم داریم که معمولا واسه کسب کردن مقادیر استفاده میشه. کسب کردن مقادیر یعنی که من میخوام یک نوع عددی را به یک نوع دیگه تبدیل کنم.
اینتجر دارم خواهم تبدیلش کنم به فلوت، فلوت رو به دابل، اینتجر رو به بایت و هر کدوم. این کار خیلی راحت انجام میشه با یک پرانتز. مثلا من یه دونه بایت دارم که میخوام معادل نام یک قرارش بدم، اما از طرفی نام یک یادتون باشه گفتیم تبدیل نمیشه. برای این کار باید کست بکنم، بگم آقا اینو کستش بکن به بایت. سعی میکنه دو را تبدیل کنه به بایت، موفق هم میشه. اما دو تا نکته هست، اگر مقدار نام بیش از حد ظرفیت بایت باشه از یه الگوریتمی به نام کوتاه سازی گرد کردن مقدار استفاده میکنه که سعی میکنه اون عدد تا جایی که میشه بشکونه بیاردش پایین تا به اون برسه. اما بعضی اوقات هم که دیگه نمیتونه هیچ کاری بکنه، بالاترین مقداری که بایت داره رو در نظر میگیره، چون دیگه بیش از این ظرفیتی واسه بایت وجود نداره و سعی میکنه نزدیکترین حالت تبدیل شدن را انتخاب بکنه. برعکسش خیلی ساده تره. اگه مثلا من یه فلوتی اینجا دارم و بعد میخوام یه دابل درست بکنم به نام نام دابل و بگم معادل نام فلوت میخوام قرار بگیری، خودش اصلا پیش فرض این اتفاق میفته، چون مقدار کوچکتر در مقدار بزرگتر به راحتی قرار میگیره. اما در کل میتونیم اینجا هم از این کستین هم استفاده بکنیم. بفرمایید. نمیتونیم بیا بگم بحث اپراتورها. من تا اینجا موافقت نگه دارم.